ها رو شنیدیم. اگر این مبنای 30% مشارکت قطعی رو داشته باشیم، با اون چیزهایی که حالا در واقع هفته‌های گذشته میشنیدیم خیلی فرق نکرده، حتی نظرسنجی که نهادهای رسمی در ایران هم میدن. اما خب حالا 5% بالا، 10% شاید بالا پایین، این عددا برای شما چه مفهومی داره؟ بله ببینید این عددها نشون میده که یک اتفاق خیلی بزرگ برای جمهوری اسلامی رخ داده. شاید بخشی از مردم فکر کنن انتخاباتی که مشارکت درش کم هست، مثلا انتخاباتی است که 10% مردم توش شرکت کنند، برای جامعه مثل ایران که 21 میلیون نفر شما روستایی دارید یا عشایر دارید، با اون بافت بزرگ کشور پهناوری مثل ایران، اون هم حکومتی که توی هر روستایی مسجد داره، بسیج داره، توی هر شهرستانی یه دونه روحانی داره، بزرگترین ساختار پروپاگاندای رسمی در دنیا رو به شکلی داره، واقعیت نستش که 5 میلیون 10 میلیون 12 میلیون 15 میلیون در حال شرکت خواهند کرد. آمار که ما موقعی که به میزان مشارکت در انتخابات ها نگاه میکنیم میبینیم در 20 خورده سال گذشته ما دو تا انتخابات داشتیم، سال 84 62.7% بوده، باز 62.7%، الان آقای غفوری میگه 30-35%، سال 80 67.8%، دیگه از این به بعد تمام انتخابات ها بالای 72-73-78%، سال 88-85% رفتن پای صندوق، سال 76-79.9%. ببینید این نشون میده که بخش عظیمی از جامعه دچار ریزش شدن، و از همه اینها مهمتر نشون میده که شما اگر اون بخشی که مستقیما ارتباط ارگانیک دارن با ساختار حکومت یا تحت تأثیر ارتباطهای غیر ارگانیک هستن اما مرتبط هستن رو بذارید کنار، تقریبا هیچ کس در ایران از اصولگرا تا اصلاح طلب، از مسیحی تا مسلمان ظاهرا نمیخواد در انتخابات شرکت کنه. برای این میخوام بگم این انتخابات حتما از نظر آماری یک نقطه عطف خواهد بود برای جمهوری اسلامی ایران اگر در 5-6 روز اخیر چیزی ها عوض نشه. ممنونم، برمیگردیم حتما با شما صحبت میکنیم.